به نام خدا. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخواستم همین ابتدای کار ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیوی قبلیمون. من که ازتون میخوام همین ابتدا لطفاً کانالمون رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو بزنید که هر وقت براتون ویدیو آپلود کردیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. و اینکه ما ایده اینستاگرام بالا میذارم، اگر دوست داشتید فالو کنید خوشحال میشم. موضوع امروزی که براتون در نظر گرفتم، میخوام یه سری رازها رو به خانم ها بگم که به نظر من بهتره که اونا رو بدونن. و از همه مهمتر، وقتی که ما این رازها رو بدونیم، باعث میشه که خودمون رو بیشتر دوست داشته باشیم و مواظب خودمون باشیم و خودمون رو اولویت قرار بدیم. و وقتی که من خودم اولویت قرار بدم، توی روابطی که دارم بهتر میتونم عمل کنم. چرا؟ چون خودم رو دوست دارم، بهتر میتونم رابطه داشته باشم. حالا با من همراه باشید، مطمئنم این ویدیو خیلی بهتون کمک میکنه. شماره یک، هر مردی که بهتون پیشنهاد دوستی و رابطه میده قصدش ازدواج نیست. ببینید، ما نمیخوایم بدبین شیم، نمیخوایم خوشبین نشیم. بحثمون اینه که وقتی ما بتونیم پایه ذهنیمونو این بذاریم، یعنی همون ابتدای کار بدونم که آقا این مردی که الان اومده سمت من حتما هدفش ازدواج نیست. یعنی اینجوری نیست که من فکر کنم حالا چون اومده با من میخواد دوست شه، ارتباط بگیره، 100% میخواد با من ازدواج کنه. وقتی که من این طرز فکر رو تو ذهنم بذارم، دو سه تا اتفاق خیلی خوب میفته. اولا که خیلی زود به طرف دل نمیبندم، یعنی فکر نمیکنم که الان دوباره باهاش رفتم سر قرار پس قرار ازدواج کنم. دوما این که توی روابطی که میخوام باهاش داشته باشم بیشتر دقت میکنم که کجاها باهاش برم، چی کار نکنم، چطور باهاش رفتار کنم، چطور باهاش حرف بزنم، چقدر در مورد من بدونه، چقدر حق داره که به من نزدیک بشه. وقتی من اینو بذارم، اینو این طرز فکر داشته باشم، این دومی کاریه که برای من اتفاق میفته. سوم و به نظر من یکی از مهمتریناش اینه که زمانی که من بدونم یک مردی که حالا اومده من پیشنهاد دوستی داده حتما قصدش ازدواج ممکنه نباشه، یعنی 100% ممکنه به ازدواج ختم نشه، اینه که من اینجا متوجه میشم که عاشق حرفاش نباید بشم. یعنی حرفاش دیگه برام نباید مهم باشه، بلکه باید ببینم تو عمل با من چطور رفتار میکنه، بلکه باید ببینم تو عمل چی کار میکنه. حرفو همه میزنن، این که من اگه از اولش بدونم که خب این مرد اگر میخوام ببینم با بقیه فرق داره یا نه، چی کار میخواد بکنه، باید بیشتر به اعمالش نگاه کنم که آیا اعمالش با حرفاش یکی هستن یا نه. شماره دو، ترس از تنهایی. ببینید، اگر خانوما بدونن که ترس از تنهایی باعث چه اتفاقاتی میشه، خیلی سعی میکنن که این رفتار رو کنار بزنن و بدونن که این ترسی ترس دروغین هست. زمانی که من ترس از تنهایی داشته باشم، هر رفتاری تو رابطه که هستم تحمل میکنم. چرا؟ چون میترسم اگر برخلاف میل طرف مقابلم عمل کنم، طرف میذاره میره. یعنی من مجبورم و یه جوری خودم مجبور میکنم که هر طور که با هم رفتار شد بپذیرم و فکر کنم که این طبیعت رابطه است. چرا؟ چون من میترسم اگر این طرف مقابلم منو ترک کنه، یا اگر من ترکش کنم چه اتفاقی میفته؟ تنها میشم. و همین ترس از تنهایی، چون تنهایی دوست ندارم، باعث میشه هر رفتاری رو تحمل کنم. اگر خانوما بدونن و یاد بگیرن که این ترس از تنهایی یه جورایی شاید یه توهم باشه، یه دروغ به قول خودمون دروغ الکی نباشه، اینجوری بهتر میتونن برای روابطشون تصمیم بگیرن، بهتر میتونن حتی تو رابطه عمل کنن. و مسلما وقتی که من دیگه ترسی نداشته باشم، رابطه بهتری هم خواهم داشت، چون من هم رفتارهای خوبی نشون میدم که اصلا پارتنرم هم از من خوشش میاد و باعث میشه که این ارتباط بهتر شکل بگیره. واسه همین دومین چیزی که باید بدونیم اینه که این ترس از تنهایی دروغه. شماره سه، سومین رازی که باید خانم‌ها بدونن اینه که خودشون اون ابتدا خیلی مشتاق نشون ندن. یعنی چی؟ ما نمیخوایم به طرف مقابل بی توجهی کنیم، به طرف مقابل بی احترامی کنیم، اما وقتی که من یک اشتیاق بیش از حد داشته باشم، اون اول رابطه، اول آشنایی، اون قرارهای اول، چه اتفاقی میفته؟ طرف احساس میکنه که خب الان این خانمی که با من هست عاشق من شده، دیوونه من شده، پس من میتونم هر کاری دلم خواست الان بکنم، هر رفتاری دلم خواست داشته باشم و خیلی راحت میتونم این دختر رو به دست بیارم. وقتی که من خانم ها بدونن که این اشتیاق بیش از حد، اون مشتاق بودن و اول رابطه بخوان بیش از حد داشته باشن، باعث میشه که بدتر بشه برای رابطهشون و یه اتفاقای بدی براشون بیفته، باعث میشه که تصمیمای بهتری بگیرن و اون کنترل رفتار و کنترل هیجان اون اول و ابتدای آشنایی و قرارهاشون داشته باشن. وقتی که این کارو بکنن مسلما خیلی مشکلات حل میشه. وقتی هم که دیگه اصلا رابطه جدی شد، که دیگه اصلا بحثش جداست و دیگه این قضیه اشتیاق اصلا کلا کنار گذاشته میشه و هیچ اشکالی نداره که شما مشتاق باشی. شماره چهار، یه نکته خیلی مهم که اصلا نه تنها تو روابطی که حالا عاشقانه داری، توی روابط اجتماعی با یک نفر آشنا میشی، اصلا همجنس خودت، چه اتفاقی میفته؟ زمانی که من بیام
اون اوایل در مورد نمیدونم روابطی که داشتم، نه آره من شکست عشقی داشتم، یه بار جدا شدم، نه این اتفاق برام افتاد، اون اتفاق برام افتاد، دلیلی نداره حتی دوستای همجنس ما اون اوایل در مورد ما این چیزا رو بدونن. مخصوصا که دیگه اصلا با یک مردی بخوای بری سر قرار، بخوای در مورد روابط گذشته صحبت کنی، من این مشکل داشتم، این اتفاق برام افتاد، اطلاعات بیش از حد بدی، بذار این اطلاعات اون به دست بیاره، بذار بدونه که اگر میخواد این اطلاعات رو به دست بیاره تو رو بهتر بشناسه، باید باز هم باید قرار بذاره، باید رفتارهای تو رو بشناسه، اعتماد تو رو جلب کنه. این که من بیام همون اول همه چی رو بذارم سر میز، دیگه من چیزی برای ارائه دادن ندارم. اگر این رفتارم خانم‌ها بدونن، مسلما میتونن ارتباطات بهتری داشته باشن. شماره 5، رفتاری که جدیداً مد شده اینه که ما همش داریم میگیم همینی که هست من همینی هم که هستم، همه چی باید برای من باشه، باید طرف مقابل برای من همش تلاش کنه. ببینید زمانی که یک خانم بدونه که خب اون اوایل درسته، مثلا طرف باید به حال حتی اون اوایل هم باید به نظر من 70-30 باشه تلاش، یعنی مثلا 70% پسره تلاش کنه، 30% شما، این که همش توقع داشته باشه اون باید قرار بذاره ببینیم همه، اون که همش توقع داشته باشه که همش اون به توجه کنه، بگی من رفتارم اینه، من همینی هم که هستم، من همینجوری رفتار میکنم، این باعث میشه که شما اون آدمهای خوبی هم که میان سراغتون رو از دست بدید. چون به هر حال مرد خوبم پیش خودش به هر حال غرور داره دیگه، پیش خودش میگه خب منم خوبم، رفتار خوبی دارم، چه دلیلی داره که بخوام نمیدونم غرورم و همه این رفتارهای اشتباه برای یک دختری بکنم که هیچ قدمی برای من بر نمیداره، همش داره من میکنه. اگه اون میخواد من بکنه، خب منم من میکنم دیگه، چون منم مرد خوبی هستم، منم مرد محترمی هستم، منم مرد با اعتماد به نفسی هستم. اگر ما بتونیم همین رفتار رو کنترل کنیم و بدونیم که زمانی که من بخوام من کنم، زمانی که همش رابطه بخوام حرف من باشه، زمانی که همش توقع داشته باشم که طرف برای من همه کارا بکنه، بگم همینی که هست رفتار من همینه، من همینی هم که هستم، هر کی دوست داره باشه، هر کی دوست نداره باشه، این میشه که به مشکل میخوریم. چون خیلی از رفتارهای ما هست که واقعا خودمون فقط میتونیم تحمل کنیم و هیچ کسی نمیتونه اون رفتارها رو تحمل کنه. شماره 6 و آخری هم که مطمئنم خودتون میدونید، اون هم رسیدن به خود آدم و زیبایی ها و ظاهر خودشه، که خب مسلمه خانم ها این قسمت رو خیلی بیشتر دوست دارن، البته آقایون هم دوست دارن، اما توی خانم ها این قضیه بیشتره. و زمانی که یک خانم به خودش برسه، به نظر من باعث میشه که ناخودآگاهش این قضیه ثبت شه که من خودم رو دوست دارم. رسیدن به خود یعنی چی؟ یعنی رژیم خوب داشته باشی، لباسای خوب برای خودت بپوشی. زمانی که این کارو بکنی، به خودت برسی، توی ناخودآگاهت ثبت میشه که من آدم با ارزشی هستم، من خودمو دوست دارم. و وقتی که من خودمو دوست داشته باشم، توی روابطم هم بهتر عمل میکنم. اما زمانی که من به خودم نرسم، لباسای خوب نپوشم، رفتارهای خوب نسبت به خودم نداشته باشم، مسلمه که دیگران هم این ارزش و احترامو نسبت به من قائل نمیشن. اگر من بتونم پس به ظاهر خودم برسم، حواسم به ظاهر خودم باشه، که میدونم اکثر خانم‌ها این کارو میکنن و به نظر من ناراحت نباشنم که این کارو میکنن، فکر نکنن که اگر این کارو دارن میکنن کار غلطی، بلکه خیلی هم کار درستیه. وقتی این کارو بکنید، ناخودآگاهتون ثبت میشه که من آدم با ارزش و محترمی هستم و همین باعث میشه که ارتباطاتتون با بقیه هم بهتر باشه. در نهایت هم عنوان نتیجه گیری، من سعی کردم کلی در مورد این مسئله صحبت کنم. خیلی مسائل دیگه هم هست، مثلا اینکه تو قرار اول چطور باید رفتار کنی، باید همیشه سعی کنید اون بهترین خودتون باشید، که یه جورایی انگار دارید یه الماسی رو میذارید وسط. این که من بخوام نوع حرف زدنم، نوع برخوردم نسبت به طرف مقابل بد باشه، با بقیه مثلا با گارسونی که اونجا هست بد صحبت کنم، در اصل دارم خودم و لول خودم رو پایین میارم. سعی کنید اون جلسه اول خیلی خوب باشید و بهترین خودتون رو ارائه بدید که طرف بدونه که قراره با چه شخصی قرار بذاره و چطور رفتار کنه. حالا اگر شما هم گزینه‌ای هست که میخواید اضافه کنید، این زیر بنویسید که هم من استفاده کنم هم بقیه. طبق معمولم لایک کامنت یادتون نره. مواظب خودتون باشین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.